مش مسابقه فقه احناف و شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله هست. هدف از برگزاری مسابقه که هر سال یک مسابقه در فصل زمستان گرفته میشه، گاهی در مورد عقیده، گاهی در مورد سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، و این بار نوبت فقه احناف و شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله. هدف از برگزاری مسابقه چی هست؟ اولی که مدیریت و برنامه‌ریزی زمستان جوانها، چون در زمستان ما اکثریت اوقات از بعضی مسئولیت های تعلیمی ما فارغ می باشیم، ضرورت است که باید مدیریت شود. یک هدف برگزاری مسابقه امی هست. دوم هدفش این است که فقه احناف و امام ابو حنیفه رحمه الله در این اواخر به مردم قسم دیگه معرفی می شود. و مردم اتهامات می بندن، چون همیشه هر اتهامی که پشت مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله و یا فقه احناف اتهام بسته میشه، او از کم فهمی و کم خردی شاید باشه. به خاطر از اینکه تا زمانی که کم فهمی و کج فهمی در بین مردم باشه، باز هر چیز را کج میبینن، باز زود اتهام وارد میکنه، باز سلف صالح را دشنام میدن. چون تا زمانی که اینها درست معرفی شود، امام ابو حنیفه رحمه الله را ما درست بشناسیم و فقهی که اونها از قرآن و سنت استنباط کردن او را درست بفهمیم، باز ما کج نمی فهمیم، کج نگر نمی باشیم، باز این کم فهمی ما در فهم درست تبدیل می شود و بالاخره فهم ما درست می شود در مورد فقه احناف و شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله. و سوم هدف برگزاری امتحانی هست که الحمدلله مردم ما خیلی مردم دیندار هست، اما دینداری کم هست. روش دینداری و طریقه دینداری یک کمی مشکلات داره. مردم ما کلش دیندار، اکثریت دیندار، الحمدلله با دین خود خیلی محبت دارن، اما روش دینداری، طریقه دینداری و طریقه عبادت گاهی اوقات اشتباهاتی وجود می داشته باشه که باید اصلاح شود. چون زمان ما خوب دینداری می تانیم که دین را خوب یاد بگیریم. اگر دین را خوب یاد نگیریم، دینداری درست کردن نمیتونه. و هدفش امی بوده. میشه شما بگین که هدفتون اشتراک در این برنامه چی هست؟ هدف ما اصلی رشد ذهن و میخواستم یک چانس امتحان کنم و میخواستم بفهمم درس را گرفتم کنم از این بعد یا نه. بعضی کسا هم گفت دیر شده، این رقم شده، این رقم شده، پس از مخاطر اشتراک کردم. بلی امین لاستم، از زابل هستم، اهلی در غزنی و اولسوالی و آغاز کار میکنیم. سبتنا کرده ایم برای نمو چی؟ امتحان. خب ماشاءالله، شما با ما بگین که آیا کتابی که در این مدت یک ماه یا 45 روزی که خواندید آیا آسان بوده که سخت؟ نه انشاءالله آسان ولو دوم رزیه سخت نه، خو مطالعه عمیق غوشتله، نو په دې خاطر موږ هم انشاءالله عمیق مطالعه کړو، انشاءالله سخت نه وي. خب ماشاءالله، هدفتون اشتراک در این برنامه چی است؟ هدف ما این است که ما از اسلام به خبر شویم، از چی مسائل و احکامات دینی و خبر شویم، و از دیگه طرف مذاهبی که مشهور مذاهب است چهار تا هسته، ده این مذهب امام ابو حنیفه است، ما به مذهب امام ابو حنیفه هستم افتخار میکنیم که هستم، از او خبر شدیم. خب ماشاءالله بخیر باشه، تشکر. خیر ببینیم، تشکر. دوستای گرامی، امروز سیدل و روز جمعه 1399، ما طبق وعده گذشته کرده بودیم و اعلاناتش در سطح شهر نشر شده بود، یک مسابقه را اندازی کردیم زیر نام مسابقه فقه احناف و شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله، که امروز روزی برگزاری امتحان هست و شما میبینید که دوستا با شوق علاقه که قبلا در این پروسه ثبت نام کرده بودند، امروز میان در مسابقه اشتراک میکنند و شما انشاءالله جریان مسابقه را بعدا میبینید، با ما باشند. تا چند دقیقه بعد شاید امتحان برگزار شود، آیا چقدر بالای خود اطمینان دارین که میتونین سوالا را به صورت دقیق و عمیق جواب بدهید؟ امشالله تا جایی که زحمت کشیدیم و کوشش بندگی خود کردیم، امشالله میتونم که سوالات خوبتر حل کنم. بازم برمیگردم، چون
تعداد اشتراک کنندگان زیاد است و رقابت هم تنگ و تنگ است، دیگه شاید هم برنده شوم شاید نشوم، اما مایوس نیستم به خاطر که با خواندن دو کتاب توانستم که امام ابو حنیفه رو بهتر و خوبتر بشناسم. خب ماشاءالله، در این مدت یک ماه یا 45 روزی که بر شما وقت داده شده بود، شما چند دفعه کتاب را خواندین و خلاص کردین؟ در این مدت حداقلش حدود 3 بار من توانستم کتاب را خلاص کنم، با یک برنامه منظم توانستم تمامش کنم. در این مدت 3 بار حداقلش. و پیشتر یکی از برادرها سوال کردن که سوال اگه پشتو حل شود هیچ مشکل نسته، کسو پختولی که هیچ مشکل نسته، دریلی که هیچ مشکل نسته، عربیم که ازدهی هیچ پروانه که، یک انگلیسی مو ازدهی مقصد ولی که هیچ پروانه که، یعنی پا هر جب استست و آسانی آقا ولی که که پختو زبه یا دری یا هر، یعنی استست و آسانی مکت مشکل نسته انشاءالله. با زبان دری، فارسی، پشتو هر چیزی که حل میکنیم هیچ مشکل نداره. ختم امت از پیشوای افکار و حکمت، از بو حنیفه امام مذهب، دین مبین را استاد مکتب، دین مبین و دوستایی که از ولایت اشتراک کردن، از برادرای بدخشانی ما، برادرای لوگری ما، برادرای که از کابل تشریف آوردن یا از ولایت دیگه، از اونا هم سپاسگزار هستم که الله متعال اونها رو توفیق نصیب کرد که به خاطر امتحان به این اندازه متعهد هستم که زحمت میکرد. بله، نام من محمد خالد نیازی هستم، از ولسوالی زیبای خجمره. ماشاءالله برادر عزیز، میشه بخش ما بگین که امروز سوال چی گونه بود؟ آسان بود؟ سخت بود؟ سوال ها والا در 4 کتگوری بود، ماشاءالله بسیار خوب سوال ها بود و در کل آسان بود به نظر خودم، چون من خودم حل دانستم. در مجموع شما چند سوال به نظرتان حل کردید؟ چون کلید هم گرفتیم و من مطمئن شدم 22 سوال. آیا اطمینان دارین که یکی از بهترین امتحان دور بعدی شما باشد؟ انشاءالله موفق باشید. عموما سوالنا چو 5 برخ تقسیم می، یو برخ اول برخ سیغلا خانه خالی و سیغلا تو او چرزابه و تشریحی و دی امتحان پاله د شفافیت پاله کرته و ی څومره څه نظر لري شفاف و او کنو؟ نظرم دادی که امتحان صحنه ډیر آرام و او شفاف و ان شاء الله بدوس امتحان که بده چاید خود صدر غلی نکی زکه مو خو عمل صحا کی مو خی امتحان تیر شو راضی من نه آیا ته ځان باندې څومره اطمینان لري سیاغه صد بهترین و ته به لار پیدا کی وکم؟ ان شاء الله زه اطمینان نیمه چې زه به لار پیدا من نه خیر شي خیر لرسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تاسو نوم څه ده او لکوم ولایت څخه مو بده سیالي کې ګډون کړی و آیا لکوم ولایت څخه واسطه یو که د غزنی ساحه کې کوم سره؟ زما نوم حسین غلام آغا دی، سید حسن آغا زویم، د غزنی ولایت قره باغ ولسوالۍ اوسېدونکی. ډېر ښه. تاسو نن امتحان و، هغه امتحان مو څنګه سفری سو، څنګه تیر سو؟ آیا سوالونه سخت و، اسانه و، څنګه و؟ بس امتحان خو انشاءالله ډېر ښه امتحان و، ډېر ښه شفاف او منظم امتحان و، نو تر کومه حده چې مو کوشش کړی و ډېر ښه و. څومره مطمئن یې د امتحان د شفافیت پاله باندې څومره به شفاف وي او که به شفاف نه وي؟ امتحان بسیار شفاف بود، بهترین وجه سپری شد. چقدر بالای خود اطمینان دارین که یکی از صد بهترین امتحان دور بعدی شما باشد؟ یک 80% انشاءالله اطمینان دارم که صد بهترین برم انشاءالله.
در صد بهترین ان شاء الله نتیجه خوب بگیریم. مسابقه بزرگ شناخت امام ابو حنیفه رحمه الله و فقه احناف امروز به پایان رسید و دور اول نتایجش به تاریخ 9 دلو 1399 اعلان میشه و در بین کسای مشترکین که صدها تن از خواهر و برادر اشتراک کرده بودند، در بینشان 100 نفر بهترین انتخاب میشن که اینها با هم رقابت میکنن. بعد از رقابت اینها نتایج که اعلان شد، اول نمره جایزش عمره میباشه و نتایجشان معلوم میشه و این امتحان به پایان میرسه. تشکر از حوصله‌مندیتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.